سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دانش آموزان عزیز سال هشتم. خیلی خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم با این ویدیو آموزشی. ما توی ویدیو قبلی تا پایان اولویت‌های ریاضی یعنی پته و زته و جته با همدیگه رفتیم جلو. توی این ویدیو میخوایم دوستان این ویدیو رو میخوایم با یک نکته شروع بکنیم، یعنی استارت این ویدیو یک نکته است و هنوز ما در ادامه فصل یک هستیم، یعنی ما هنوز توی فصل یکیم و در واقع بخشی یعنی تقریبا نیمی از فصل یک رو ما تدریس کردیم و نیمی دیگرش هنوز باقی مونده. پس ما با یک نکته این فیلم آموزشیمون رو شروع میکنیم. خب آقا یک نکته دوستان، من تاکید میکنم من این نکته بهتون میگم چون توی پیوی زیاد اینو از من میپرسید. آقا میپرسید که آقا شما که مینویسید، ما که جزوه رو داریم مینویسیم، آیا جزوه رو برای شما تو پیوی بفرستیم؟ نه عزیزم، نیازی نیست برای من جزوه رو بفرستی توی پیوی، ولی این جزوات رو تو باید به طور کامل داشته باشی و زمانی که مدارس به صورت حضوری باز شد، من اولین چیزی که از دانش آموزم میخوام جزوه شه. زمانی که حضوری باز شد، نه یا هی توی پیوی واسه من در واقع عکس جزوه که نوشتی رو بفرست، نه، ولی این جزوه رو تو باید بنویسی واسه خود نگهداری. موقع امتحانات باید بخونیش، موقع در واقع زمانی که کلاس تمام میشه از این جلسه تا جلسه بعدی باید بری بشینی بخونیش. پس جزوه‌ای که می‌نویسی رو نیازی به این که توی پیوی برای من بفرستی نیست، ولی من زمانی که مدارس حضوری باز شد، اومدی نشستی توی کلاس، من روی ماهت رو دیدم، اولین چیزی که ازت میخوام در واقع جزوه‌ایه که نوشتی و من اون اولین چیز از تو میخوام. خب آقا با یک نکته این فیلم رو آغاز می‌کنیم. نکته آقا نکته میگه چی؟ میگه که برای جمع اعداد یک سری منظم از رابطه های زیر استفاده میکنیم، آقا اصلا سری یعنی چی؟ مثلا برای جمع اینا رو که میفهمیم، برای جمع کردن، جمع یعنی جمع کردن اعداد یک سری منظم. مثلا سری یعنی چی؟ آقا سری یعنی اینی که میخوام بهت بگم، خوب من دقت کن. مثلا من به تو میگم 2 4 6 8 10 12 مثلا یه سری منظمه دیگه، دو تا دو تا این داره میره بالا. آقا 1 2 3 4 5 یکی یکی داره میره بالا. آقا 5 10 15 20 25 5 تا 5 تا داره میره بالا. به این میگن یک سری منظم. یعنی تو مثلا به 1 2 5 12 36 نمیتونی بگی یک سری منظم، چون منظم نمیره بالا. یا مثلا بگی که آقا مثلا 6 5 4 3 2 1 یک سری منظمه، یکی یکی داره کم میشه. پس سری منظم منظورش چیه؟ منظورش یه رشته ای از اعدادی که در کنار هم دیگه قرار گرفته باشن و یه نظم خاصی داشته باشن، یعنی به اضافه یا منهای یک عدد خاص شده باشن. آقا میگه برای جمع اینا از این رابطه ها استفاده میکنیم. تعداد اعداد میشه چی؟ آقا اینه که میگیسته ما نمیفهمیم، میدونم نمیفهمیم، وایستا میدیم تو مثال کامل توضیحش میدم. آقا تعداد اعداد، میشه چی؟ خط کسری، عدد آخر، منهای عدد اول، تقسیم بره فاصله اعداد، به اضافه یک. این میشه این رابطه تعداد اعداد. آقا بریم جلوتر، مجموع اعداد میشه چی؟ مجموع اعداد میشه چی آقا؟ میشه خط کسری، عدد آخر، به اضافه عدد اول، تقسیم بر 2 ضرب در تعداد اعداد.
آقا یعنی چی؟ بچه اینجا نیا کنید، ما در نهایت چی رو میخوایم؟ ما در نهایت گفتیم برای جمع اعداد یک سری، برای جمعشون، یعنی یه سری عدد بده، مثلا 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 مثلا. خب این یک سری عدد منظمه، مثلا این عدد بده بگه جمعشون رو بگو، یعنی 2 به اضافه 4 به اضافه 6 به اضافه 8 به اضافه 10 12 14 16 18 20. خب تو میخوای جمع اینا رو بگی، بعد بری اول تعدادشون رو حساب کنی اصلا اینا چند تا دونن، بعد بیای اینجا تعداد رو بذاری، اینجا تعداد رو بذاری جای این فرمول، عدد آخر به اضافه عدد اول تقسیم بر 2 ضرب تعداد، اون وقت جمعشون مجموعشون رو حساب میکنی. آقا یه مثال بزنیم با هم دیگه که خیلی واضح بشه برای بچه‌ها. مثال میگه چی؟ حاصل عبارت زیرا به دست آورید. حاصل عبارت زیرا به دست آورید. آقا عبارتمون چیه؟ طبیعتا باید یک سری عدد منظم باشه دیگه. گفته چی؟ گفته 3 و 6. حتی من و نمیذارم، به اضافه میذارم دیگه، چون جمعشون رو میخوام. گفته حاصل عبارت زیر 3 به اضافه 6 به اضافه 9 به اضافه 3 تا نقطه به اضافه 204. آقا گفته این مساویست با چی میشه؟ خب اینجا هم من یه علامت سوال میذارم، مثلا معلوم نیست. آقا خوب دقت کن، خوب به من دقت کن دوستان. 3 6 9، ببین 3 تا 3 تا هی داره اضافه میشه، تا چند رفته؟ تا 204. خوب دقت کن آقا، 3 6 9 لابد بعدیه چنده؟ 12. بعدی چنده؟ 15. بعدی چنده؟ 18. بعدی چنده؟ 21. یعنی سری اعداد من 3 تا 3 تا داره میره بالا. چند تا چند تا داره میره بالا؟ بگو تو رو قرآن تو خونه بگو، چند تا چند تا داره میره بالا؟ 3 تا 3 تا داره میره بالا، یعنی یه سری منظم رو تشکیل داده. تا چند اومده؟ تا 204. بریم ادامهش. خب گفتم حاصلش رو دست بیار دیگه، حاصلش هم که جمعشون از ما خواسته دیگه، به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه تا 204. خب بیا اینجا آقا، تعداد اعداد اول رو حساب کنم. آقا اینجا کلا چند تا دونه عدد هست؟ 3 6 9 12 15 18 21 24، همینجوری رفته تا 204. چند تا دونه اول عدد دارم؟ چند تا دونه؟ 100 تاست، 60 تاست، 70 تاست، چند تاست؟ چند تا دونه من عدد دارم؟ برام حسابش کن اول. پس تعداد اعداد، آقا اول می‌نویسم تعداد اعداد مساوی است با، خب آقا فرمولش چی بود؟ عدد آخر چنده؟ 204. ببین دقیقاً دارم رو مثال واسه میدم که متوجه بشی منظور چیه. عدد آخر 204 منهای عدد اول، عدد اول 3 دیگه، خدایش خیلی واضح و خیلی ساده دارم به توضیح میدم. انصافا اگه نفهمی خیلی نامردی، اگه نمیفهمی واقعا اینا دیگه خیلی نامردی، خیلی واضح دارم به توضیح میدم. آقا عدد آخر 204، عدد آخر 204 رو گذاشتم، منهای عدد اول، عدد اول 3. خب تقسیم بر فاصله اعداد، آقا این چند تا چند تا داره اضافه میشه؟ 3 تا 3 تا داره اضافه، پس فاصله اعداد چنده؟ 3 به اضافه 1. آقا این فرمولش بود دیگه، درسته؟ من الان فرمولش رو نوشتم. آقا 204 منهای 3 میشه 201، تقسیم به 3 میشه 67، به اضافه 1 میشه 68. یه بار دیگه، 204 منهای 3 201 تقسیم به 3 67 به اضافه 1 میشه 68، یعنی این کسره میشه 67 به اضافه 1 میشه که به اضافه 1 داره میشه 68. آقا این 68 یعنی چی؟ یعنی این که دوستان ما اینجا 68 تا دونه عدد داریم، 3 این یه دونه، 6 این دوتا، 9 این 3 تا، 12 4 تا، 15 5 تا، 18 6 تا، 21 7 تا، 204 چند تا دونه شده؟ شده 68 تا دونه عدد.
حالا حاصلش رو باید دوسته برو حساب کن، حاصل عبارت زیرا به دسته، یعنی باید برن جمعشون رو حساب کنم، مجموعشون یا ابوالفضل مجموع اعداد. دیگه ساده تر از این واقعا دیگه بلد نیستم توضیح بدم. آقا دوباره فرمولش، این دفعه عدد آخر به اضافه عدد اول. آقا عدد آخر چنده؟ 204. عدد اول چنده؟ 3. 204 به اضافه 3 تقسیم بر 2 بچه ها فرقش چیه تا اینجا با این؟ این تقسیم بر فاصله اعداد بود، این تقسیم بر 2. این اینجا منها بود، اون اونجا به اضافه داره. خب ضرب داره تعداد اعداد. آقا تعداد اعداد چند شد؟ 68. ضرب داره 68. دیگه بچه ها این صرفا فقط محاسباته دیگه، این فقط محاسباته. 204 به اضافه 3 میشه 207. 207 دوم ضرب داره 68. 207 دوم ضرب داره 68. من اگه این 2 رو با این 68 ساده کنم، 2 به 2 میشه 1، 68 به 2 میشه 34. یعنی در واقع 207، 204 به اضافه 3 دیگه میشه 207 ضرب داره 34. دیگه ضرب با خودتون دیگه، دیگه ضرب رو باید حساب کنید دیگه. جواب آخر شده 7038. 207 ضرب داره 34 شده 7038. پس من به عدد آخر 7038 رسیدم، یعنی مجموع این عددا، مجموع اینا همش با هم جمع بشه به چند میرسه؟ به 7038 میرسه. و سلام علی علمنی من الهدا، یا خدا یا ابوالفضل یا امام زمان. آقا دیگه خداییش ساده تر از این نتونستم این قسمت رو توضیح بدم. آقا پس برای جمع یک سری منظم یعنی چی؟ بگو. یعنی اینکه یه سری عدد با همدیگه جمع شده باشن به صورت منظم. یعنی اینکه تو یک سری عدد داشته باشی که این عددا به صورت منظم به اضافه یه عدد خاص شدن یا منهای یه عدد خاص شدن. مثل اینجا 3 6 9، سه تا اداره اضافه میشه، به این میگن یه سری منظم که رابطه هاشو بهت گفتم و سوال به سادگی با همدیگه حلش کردیم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی اعداد گویا. خیلی هم آقا اعداد گویا، بیا اینجا اعداد گویا. پس من می‌نویسم تیترشو، می‌نویسم اعداد گویا. آقا اعداد گویا کلن چیم بچه ها؟ اسم فصل کل، اسم فصل یک کلن چی بود؟ عددهای صحیح و گویا، این بود دیگه. الان تا الان تو عددهای صحیح رو داشتیم هی درس میدادیم، الان رفتیم تو عددهای گویا دیگه، اسم فصل بود دیگه. هر عددی که به کس تبدیل شود، هر عددی که به کس تبدیل شود عدد گویا نام دارد، عدد گویا نام دارد. داخل پرانتز من یه شرط واسش میذارم، صورت و مخرج عدد صحیح، صورت و مخرج عدد صحیح و مخرج مخالف صفر باشد. آقا این یعنی چی؟ بچه ها من به صورت ریاضی می نویسمش دوستان، بچه ها اعداد گویا را اولا بدونید که با کیو نشون میدم. کیو مساویست با من یه آکولات باز می کنم. آقا گفته هر عددی به صورت کسر تبدیل شود، یعنی من می‌نویسم خط کسری آبیوم. بچه آبیوم، این آبیوم یعنی چی؟ بچه آبیوم هر چیزی میتونه باشه دیگه، 2/3، 7/15، چه میدونم 130/28، هر چی. پس آ یه عدده، بی هم یه عدده، فقط باید عدد چی باشه؟ صورت و مخرج باید عدد
صحیح باشه، باید عدد صحیح باشه. بچه ها من جلسات قبلی عدد صحیح رو بهتون گفتم، عددهای صحیح اعداد مثبت منفی صفر هستن، 1 2 3 4 الی آخر، -1 -2 -3 -4 الی آخر و صفر. آقا 1.5 صحیح نیست؟ نه، صحیح یعنی صحیح، یعنی روند، یعنی تو نیم نمیتونی بیاری قاطیش کنی، یعنی مثلا 3 و 3/10 نمیتونی بگی صحیحه، 3.5 نمیتونی بگی صحیحه، 3 صحیحه، 3 4 -3 -10 -100 100 اینا همه صحیح هست. پس آ و بی باید عدد صحیح، صورت و مخرج عدد صحیح. پس من می‌نویسم، یه شرط براش می‌ذارم، یه خط اینجا می‌کشم، شرطش رو می‌نویسم، آ و بی عضو زد باشن، یعنی عدد صحیح باشن. بچه‌ها این علامت، علامت عضو، این حالا جلوتر توی در واقع مجموعه ها انشاءالله سال آینده هم یادش می‌گیری قطعا، این علامت علامت عضو. پس آ و بی عضو زد باشن، زد عدد صحیح بودن. و بچه ها گفته مخرج مخالف صفر باشه، مخرج ما بی دیگه، بی بی مخالف صفر، تموم شده رفت. به این اعداد میگن اعداد صحیح، عدد عضو میخوام گویا. پس اعداد گویا چه اعدادی هستن؟ بچه ها هر عددی که بتونی به صورت کسر بنویسیش، کسری که صورت و مخرجش عدد صحیح باشه، مخرجش هم صفر نباشه، مخالف صفر باشه. من یه مثال بزنم، آقا مثلا 7/12. خب آقا ببینیم این صحیح هست یا نه. خب ببینیم آقا 7 و 12 هر جفتشون عضو زد هستن، عضو عدد صحیح هستن و مخرج هم بی مخرج مخالف صفر، 12 که صفر نیست که. خب این الان اوکیه، این الان یک عدد گویاه، تموم شد رفت. آقا مثلا 6/3 آقا 6 و 3 هر جفتشون اعداد صحیح هستن، 6 و 3 هر جفتشون اعداد صحیح هستن و مخرج مخالف صفره، پس این یک عدد گویاه. آقا 6/3 که میشه همون 2، 6/3 مگه نمیشه همون 2؟ 6 تقسیم به 3 میشه 2 دیگه. خب باشه بشه، مگه گناهه؟ مگه گناه کرده؟ خب 6/3 یه عدد در واقع گویاه، 2 هم یه عدد گویاه. آقا 2 خودش که صحیحه که. خب باشه، مگه گناهه یه عددی هم صحیح باشه، هم گویا باشه، هم طبیعی باشه، هم حسابی باشه؟ مثلا ایرادی نداره. آقا هر عددی که بتونی تو به صورت کسر بنویسیش، کسر بنویسیش و کسری که، و کسری که صورت و مخرجش یعنی ای و بیش، صورت و مخرجش یعنی ای و بیش، صورت و مخرجش یعنی ای و بیش، عضو زد باشه یعنی عدد صحیح باشن و مخرج مخالف صفر باشه. آقا مخرج از این به بعد اینو تو ریاضی بدون، توی ریاضی کلن هیچ زمانی مخرج صفر نمیتونه باشه. اگر تو ریاضی مخرج کسی صفر شد، اون کس اصلا جواب نداره، اصلا دیگه همونجا متوقف میشه، دیگه نمیری جلوتر، چون خراب شده دیگه کلن. پس من اینو پاک میکنم و مثالهاشو در واقع به صورت خیلی واضح دیمیشون. من ترجیح میدم که پاک کنم بالا رو و در واقع مجدداً براتون بنویسم. دوستان دقت کنید، شما باید تمام این مواردی که بنده اینجا می‌نویسم پایتخت‌ها رو به طور کامل وارد دفترت کنید. ببینید زمانی که مدارس حضوری شد، من از شما دفترتون رو میخوام، میگم بیا اینجا دفترتون نشون بده. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی خیلی واضحه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مدارس حضوری شد، اولین چیزی که من از شما میخوام دفترتونه. نیاز نیست الان دفترها رو عکس هاشو هی توی پی وی برای من بفرستید. خیر، این کارا قرار نیست شما الان انجام بدید. شما فقط قراره که دفترتون تکمیل باشه. دفتر شما فقط قراره که به طور کامل تکمیل باشه و زمانی که مدارس حضوری شد، من فقط دفتر رو از شما میخوام. خیلی عالی. خب آقا بریم جمع و تفریق اعداد گویا. جمع و تفریق اعداد گویا، جمع
و تفریق اعداد گویا. داخل پرانتز هم می‌نویسم بچه ها عدد گویا چه عدد بودن؟ همون عدد کسری بودن دیگه، آبیوم که بسید مثل کس نمیشه چون دیگه می‌نویسم اعداد کسری. عدد گویا منظور همون عدد کسری. خب آقا من اول قبل اینکه بخوام در واقع بهت توضیحات خاصی رو بدم، اول من میام اینو برات چیکار میکنم، مینویسم تعریفش رو، بعد با هم دیگه میریم تو مثال با هم حل میکنیم. ابتدا اعداد رو مختصر کرده ابتدا اعداد رو مختصر کرده و سپس مخرج مشترک میگی. آقا خیلی مهمه. ببین این قسمتش که مخرج مشترک میگیریم، این اصلا اصل قضیه اینه، یعنی هیچ چیز دیگه وجود نداره. من یه مثال میزنم که مثال به توضیحش میدم. مثال حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید. حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید. خب آقا الف اولین جمع و تفریقی که من میده چیه؟ من اینا رو از خودم میخوام بنویسم. 3/4 به اضافه یه مثلا 7/3 این قسمت الفش. خب بریم اول الف رو با هم دیگه حل کنیم، یکی با هم دیگه بینیم جور. آقا خوب دقت کن بین بچه ها، گفته مخرج مشترک بود. تمام، میرم برای گرفتن مخرج مشترک. بچه ها مخرج مشترک از اسمش معلومه، مخرج مشترک یعنی مخرج ها باید چی بشن؟ مشترک بشن. یعنی مخرج ها باید چی بشن؟ یکی بشن. یعنی من باید دیگه دوتا مخرج نباید ببینم 3 و 4، باید یک مخرج واحد ببینم. یعنی من دیگه نباید با 3 و 4 طرف باشم، باید با یه مخرج واحد، با یه مخرج طرف باشم. حالا اون مخرج چنده؟ اونو باید بری پیداش کنی. اون مخرجی که باید واحد باشه و من از اون در طول در واقع کارم استفاده بکنم، در طول حل سوالم استفاده بکنم، اون مخرجش عددیه. خوب دقت کن آقا، برای پیدا کردن مخرج مشترک من باید برم کوچیکترین عددی که، ببین خوب دقت کن، کوچیکترین عددی که هر جفت این مخرجا، کوچیکترین عددی که به هر جفت این مخرجا بخش پذیره رو پیدا کنم. ببین خوب دقت کن، من باید برم کوچیکترین عددی که به هر جفت این مخرجا بخش پذیره رو پیدا کنم. آقا این عدد اینجا چنده؟ این عدد هیچی، 12. 12 که به هر جفت اینا بخش پذیره. آقا از کجا فهمیدید 12 رو هوا ابن غیب گفتید؟ نه عزیزم، من اومدم مخرجا رو تو هم ضرب کردم، یعنی 4 رو ضرب در 3 کردم، 3 رو هم ضرب در 4 کردم، شد 12 دیگه، جفتشون شد 12. آقا یعنی هر مخرجایی که ما دیدیم، یعنی هر دوتا کسری که ما دیدیم، ببین مخرجشو تو هم ضرب کنیم به اون عدده برسیم؟ نه، اینجا اینجوری بود. وایسا تو مثاله بعدی متوجه میشی، زود نرو جلو، وایسا با هم دیگه بریم جلو. سوالاتی که حس میکنم تو ذهنت امکان داره اتفاق بیفته رو خودم میپرسم یه بار دیگه. برای مخرج مشترک کردن باید برم کوچیکترین عددی که
به هر جفت این مخرج ها بخش فضیله رو پیداش کنم. اون عدد چنده اینجا؟ هیچی، 3 رو ضرب در 4 کردم، 4 رو ضرب در 3 کردم. و هر چی رو که ضرب میکنی باید صورتش رو هم همون کار رو انجام بدی. مگه 4 رو ضرب در 3 نکردی صورتش هم باید ضرب در 3 کنی، یعنی هر جفتش رو باید ضرب در 3 کنی. اینو ضرب در 4 کردی صورتش هم باید ضرب در 4 کنی. تموم شد الان. حالا برو حسابش کن. آقا یه مخرج رو بیشتر هم مخرج هم چنده؟ 12 شد. 12 دیگه 3 4 تا 12 تا از میخوام 4 شده 12 است، 4 تا هم 12. خب حالا برو صورت از 3 تا 9 تا 9 به اضافه 4 تا 28 تا. تموم شد رفت. حالا 9 به اضافه 28 میشه 37، یعنی عملا شد 37 12. تموم شد. الان من اینو مخرج مشترک رو پیدا کردم و حلش کردم. بریم قسمت ب. یه مثال دیگه ب. ب. چه مثالی برات بزنم؟ آقا مثلا مثلا 7 6م منهای 3 نه 4 سوم. آقا برم ببینم اینجا کوچکترین عددی که یا نه بذار آره همین خوبه. کوچکترین عددی که به هر جفت این مخرج‌ها بخش پذیر باشه چه عددیه؟ آقا با یه نگاه ساده، آقا اینجا نیازه برم من 3 رو تو 6 ضرب کنم، 6 هم تو 3 ضرب کنم؟ نه به خدا. یه نگاه بنداز، این 3 اینم 6ه. خب خود 6 به هر جفتشون بخش پذیره. خود 6 یعنی 3 ضرب در 2 میشه 6، 6 هم ضرب در 1 میشه 6، پس مخرجم 1 شد. پس کوچکترین عددی که اینجا بخش پذیر باشه خود این 6 است، یعنی مخرج مشترک من عملا خود این 6 است. پس من می‌نویسم آقا اینجا 3 ضرب در 2 میشه 6، اینا این بالا هم باید ضرب در 2 کنیم. 6 هیچ چی، 6 خودش میمونه، این ضرب در 1 عملا، ضرب در 1، هر عدد ضرب در 1 میشه خودش دیگه، یعنی عملا این 6 دیگه میمونه خودش، 7 6 هم باقی میمونه، ولی اینجا باید ضرب در 2 بشه که بشه 6. تموم شد رفت. آقا مخرجم شد چند؟ شد 6. 6. حالا میرم صورت، 7 1 7 تا منهای 2 4 تا 8 تا. تموم شد و رفت. آقا 7 منهای 8 میشه منفی 1 6. تمام، به همین سادگی. آقا یه مثال دیگه هم واسه بزنم، یکی دیگه جیم. بیا اینجا جیم گفته چی؟ گفته مثبت 3 4م پرانتز مثبت 3 4م منهای پرانتز مثبت 5 12. آقا گفته اینو حسابش کن. باش چشم، همین الان حسابش میکنیم. آقا بیا اینجا، اولا ابتدا عدد رو مختصر کرده، جلسه قبلی حنجره خودمو پاره کردم، مثبت در منفی منفی، یعنی اول اون اگه علامت کنار هم داشتی درستش رو می‌نویسی، یعنی عملا شده 3 4 منهای 5 12. 3 4 منهای 5 12. آقا یه مخرج 4 دارم یه مخرج 12 دارم، سریع یه نگاه بنداز، خداییش میتونی سریع بگی کوچیک‌ترین عددی که به هر جفتشون بخش پذیر باشه خود 12. 12 که به خودش اوکیه، 4 هم ضرب در 3 بشه میشه 12 دیگه. تموم شد. پس عملاً 4 ضرب در 3 میشه، صورتش هم ضرب در 3 میشه. 12 از هیچ هم میمونه، ضرب در 1 ضرب در 1. تموم شد. پس یعنی عملاً مخرج من شد چند؟ شد 12. حالا برم صورت، 3 3 تا 9 تا 9 منهای 5 1 5 شد. تموم شد. آقا 9 منهای 5 میشه 4، شد 4 12. بچه ها من مخرج مشترک گرفتم، جمع و تفریق رو حساب کردم، شد 4 12. اما
خود 4 دوازدهم خودشون هم دوباره تو در واقع کسرن دیگه. شما از صورت و مخرج یک کسر میتونی هر جوری دلت خواست ساده بکنی، با هم دیگه ساده میشن. آقا 4 به 4 میشه 1، 12 به 4 میشه 3، یعنی 4 دوازدهم معادل همون 1/3. تموم شد رفت به همین سادگی. آقا یه مثال دیگه هم مثلا بزنم، یه مثال دیگه بگیم. دال چه مثالی واسه بزنم که قشنگ باشه، خیلی زیبا باشه؟ من اینو واسه میزنم، آقا مثلا 2/5 به اضافه مثبت 7/3. خوبه؟ آره خوبه. آقا اوکی، همین. بیا اینجا آقا، اول از همه مختصر کن، مثبت در مثبت مثبت، تموم شد رفت، شد 2/5 به اضافه 7/3. حالا من یه مخرج 5 دارم، یه مخرج 3 دارم، برم کدومشون رو چیکار کنم؟ برم با کدومشون بازی کنم؟ خب آقا با یه نگاه ساده یه نگاه بهش بنداز. آقا میفهم که اینجا کوچیکترین عددی که به هر جفت اینا بخش پذیر باشه چنده؟ 15. یعنی عملا باید 3 رو ضرب در 5 کنم، 5 رو ضرب در 3 کنم. آقا پس من اینا این کار میکنم، 3 رو ضرب در 5 میکنم، صورتش هم ضرب در 5 میکنم، 5 رو ضرب در 3 میکنم، صورتش هم ضرب در 3 میکنم. تموم شد رفت، مخرج مشترک من شد 15. این 15. حالا برو بالا، 2 3 تا 6 تا 6 به اضافه 7 5 تا 35 تا. تموم شد رفت، 35 با 6 میشه 41، 15. تمام. 41/15. تمام. به همین سادگی. آقا یه مثال آخر رو واسه بزنم، این دیگه تقریبا یه مثال نسبتاً سخت باشه. منفی 4/5 دال ه رو می‌نویسم، ه. منفی 4/5 به اضافه 1/12 منهای، ببین 3 تا کسر شد این دفعه، 3 در. آقا باید نگاه کنم ببینم این دفعه کوچیکترین عددی که به هر ستای اینا بخش پذیر باشه، به هر ستای این اعداد بخش پذیر باشه. آقا با یه نگاه ساده متوجه میشم که این عدد 60ه، یعنی 12/5 من اگه تو هم دیگه ضرب کنم که 60 به دست میاد، 10 هم که خودش ضرب در 6 میشه 60. پس اوکیه، پس 60 عدد خوبیه. آقا 5 ضرب در 12 میشه، درست شد؟ 12 ضرب در 5 میشه، 10 هم ضرب در 6 میشه. صورتش رو همین اتفاق برای، یعنی 4 ضرب در 12 میشه، 1 ضرب در 5 میشه و 3 هم ضرب در 6 میشه. دقیقاً همون چیزی که اینجا اتفاق افتاد. حالا آقا مخرج مشترک من 60ه، اوکی؟ مخرج مشترک من 60ه. حالا 4 تا 12 تا میشه 48 تا. یه منفی هم پشتش داره دوستان، منفی 48 به اضافه 1/5 تا میشه 5 تا و منهای 3/6 تا میشه 18 تا. ببخشید آقا، 3/6 تا هم میشه 18 تا. تموم شده رفت. آقا حالا منفی 48 به اضافه 5 منهای 18 کلن میشه منفی 61. مخرجم که 60 شد منفی 61 60. آقا اینو دیگه من حساب نکنم دیگه، منفی 48 به اضافه 5 دیگه جمع و تفریق بلدی دیگه، منفی 48 به اضافه 5 منهای 18 میشه منفی 61 60. تمام. آقا پس من برای این که کلن توی مخرج مشترک، من برای اینکه در مخرج مشترک، من اومدم کنار که تو قشنگ تخته رو ببینی ها، من برای اینکه در مخرج مشترک به اون در واقع بتونم جمع و تفریق رو حساب بکنم، جمع و تفریق اعداد و گویا رو بتونم حساب بکنم، اینجا اول از همه اگه مختصر سازی نیاز داشتم، مثل اینکه علامت ها رو بخوام اوکی بکنم، اوکی میکنم،
بعد باید برم مخرج مشترک بگیرم. مخرج مشترک گرفتنم یه چیزیه که باید تمرین زیاد بکنی، یعنی با تمرین زیاد به دست میاد. یا امکان داره مثل اینجا نیاز باشه تو همدیگه ضربشون کنی تا اون عدد به دست بیاد، یا امکان داره مثل اینجا اصلا عدد تو خود سوال باشه، مثلا این 6 و این 3. خب همون مخرج مشترک میتونم 6 رو در نظر بگیرم، 6 خودش هم به 6 بخش پذیره هم به 3 بخش پذیره، یا در واقع مثل اینجا خود 12 رو در نظر بگیرم، یا اینجا دوباره نیاز باشه که تو همدیگه ضربشون بکنم، یا اینجا اصلا 3 تا عدد برم بده برم مخرج مشترکم رو پیدا کنم، یعنی اون اعدادی که در واقع اون اعدادی که به همه مخرج هامون بخش پذیر باشه. من کلن در جمع تفریق اعداد گویا، یعنی اعداد کسری، یک وظیفه دارم، یه وظیفه اصلی دارم. وظیفه اصلی هم پیدا کردن اون مخرج مشترکه، پیدا کردن اون مخرج مشترکه. اگه این کار رو انجام بدی، اگه اون مخرج مشترکه رو پیدا بکنی، دیگه همه چی حله. مخرج مشترکه هم کوچکترین عددی که به هر در واقع جفت مخرج ها یا به هر ستای مخرج ها بخش پذیر باشه. خب بریم سراغ ضرب اعداد گویا. آقا تا الان چی بودیم؟ جمع و تفریق. حالا ضرب اعداد گویا. ضرب اعداد گویا. بچه اعداد گویا هم اعداد کسری بودن دیگه، می‌نویسم اعداد کسری. این دفعه می‌خوایم تو همدیگه ضربشون کنیم. ابتدا در ضرب اعداد را ساده کرده. ابتدا در ضرب اعداد را ساده کرده و سپس صورت و مخرج ضرب می شود. آقا این یعنی چی؟ بریم مثال. همش تو مثال باید بفهمیم. مثال: حاصل ضربهای زیر را به دست آورید. حاصل ضربهای زیر را به دست آورید. الف سه پنجم ضرب داره 2.21. این الفشه. قسمت ب، ب 7/8 ضرب داره 2/7. بچه ها ضرب خیلی سخت نیست، ضرب خیلی سخت نیست. یا اجازه بدید این اصلا ادامهش من بدم. 7/8 ضرب داره 2/7 ضرب داره منفی، سخت‌ترش کنیم 2/3. بیا سخت‌ترش هم کردیم. خب آقا بیا اینجا بچه ها توی ضرب اعداد گویا، تو ضرب اعداد گویا ابتدا اعداد را ساده کرده. بچه ها شما تو ضرب میتونی هر صورتی رو با هر مخرجی که تونستی ساده کنی. مثلا اینو با این ساده کن، یا مثلا اینو اصلا با این ساده کن، یا اینو با این ساده کن، یا اینو با این ساده کن، فرقی نمی کنه. تو هر صورتی رو که بخوای میتونی با هر مخرجی که دلت خواست سادهش کنی. بچه ها شما هر صورتی رو که دلت خواست با هر مخرجی که دلت خواست میتونی ساده کنی. صورت رو با صورت نمیتونی ساده کنی، یا صورت رو با مخرج میتونی ساده کنی. مثلا اینجا 3 و 21 ساده میشن. 3 به 3 میشه 1، 21 به 3 میشه 7. تموم شد و رفت. آقا آیا چیز دیگه ای هم تو میبینی که اینجا ساده بشن؟ آیا چیز دیگه ای اصلا وجود داره که اینجا ساده بشن؟ خیلی. 2 نه با 7 ساده میشه، نه با 5 ساده میشه. خب همین میمونه دیگه. سپس صورت در صورت، مخرج در مخرج ضرب میشه. حالا بیا اینجا، حالا صورت هم یه 1 یه 2، 1 2 تا 2 تا 2
مخرج 5 و 7 7 5 تا 35 تا شد 2 35 تموم شد. بعدی آقا سه تا دونه زرد دارم، هر صورتی رو دلت خواست با هر مخرج دلت خواست اول سادهش کن، اول سادهش کن آقا. 7 به 7 1، 7 به 7 1، 7 تا 7 هم ساده میشن. 2 8 هم با هم ساده میشن آقا، 2 به 2 میشه 1، 8 به 2 میشه 4، درست شد؟ 8 به 2 میشه 4 آقا، بازم ساده میشن این صورته، این 2ه با این 4ه، 2 به 2 میشه 1، 4 دوباره به 2 میشه 2، یعنی عملا این مخرجه یه بار با این 2 ساده شد، جوابش دوباره با این 2 ساده شد. آقا آیا چیز دیگه هم هست که با هم دیگه ساده بشن؟ نه، صورتمون که شد 1 و 1 و 1 دیگه، همش شد، یه همش ساده شد دیگه، رسید به 1. حالا صورت در صورت ضرب میشه، مخرج در مخرج. آقا یک یک یک، یک ضرب در یک میشه یک، دوباره یک ضرب در یک میشه یک، پس میشه یک، صورتمون میشه یک. مخرج دو یکی دو تا، دو سه تا شیش تا، شیش شد، یعنی شد یک شیشم. آقا درسته؟ نه نه، علامتش منفی توی ضرب، تو ضرب یا اعتباد گفتم اصلا اول علامتها رو تو هم ضرب میکنیم. این دو تا که مثبتن، مثبت در مثبت میشه مثبت، دوباره مثبت در منفی میشه منفی. اینو تو ویدیوی قبلی بهتون یاد دادم که در ضرب علامت ها هم تو هم دیگه ضرب میشن، مثبت در مثبت میشه مثبت، دوباره جوابش مثبت در منفی میشه منفی، یعنی جواب نهایی منفیه، منفی 1/6. آقا پس من توی ضرب فقط کافیه که چیکار کنم؟ یک ساده کنم، صورت ها رو با مخرج ها هی بزنم، دو صورت در صورت ضرب کنم، مخرج در مخرج. بچه ها اینکه صورت در صورت، مخرج در مخرج دیگه منظور این که علامت ها هم اگه علامتی بود دیگه حسابش کن دیگه. خب بزنم چند دقیقه شد فیلممون؟ خب 42 دقیقه شده. بچه ها اگه بخوایم ادامه بدیم فیلم ها توی در واقع بارگزاریش در آپارات به مشکل برمیخوریم، پس ترجیح من اینه که فیلمو الان ادامه ندیم، تا همینجا برای امروز کافیه. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی استفاده کافی رو کرده باشید و همه چی رو ریز به ریز با دقت گوش کرده باشید و همه چی رو در واقع بهش اشراف کامل داشته باشید. یعنی دوست عزیز زمانی که فصل تموم شد خواستی برید تمرین حل کنی، تمرین کار در کلاس و در واقع فعالیت‌ها رو خواستی حل کنی، نباید چیزی باشه که تو نتونی حلش کنی. چرا؟ چون من دارم اینجا زجه میزنم، چون من دارم هنجرم رو جر میدم، تو رو خدا گوش کن. پس ببین وظیفه تو چیه، اینایی که هم به درس میدم و کامل مینویسی، همه رو میشینی ریز به ریز میخونی. کی میخونی؟ عذر میخوام این برگی من افتاد، یه رسی من بردارم. خب آقا ریز به ریز میشینی میخونیش، کی میخونی؟ از طول این جلسه که تموم میشه تا جلسه بعدی تو باید بشینی این چیزایی که من به درستم و کامل باید بشینی بخونیش، میشینی کامل میخونی و در نهایت در واقع فصل که تموم میشه میری حالا شروع میکنی به حل کردن تمرین ها، فعالیت ها و کار در کلاس ها. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی استفاده در واقع لازم رو برده باشین. تا ویدیو آموزشی بعدی، فعلا خداوند یار و نگهدارتون.